هنگام ورود به سرویس بانکداری آنلاین باید میتیدی را راه اندازی کنید و اعلانی مبنی بر اینکه نوبت شما برای دریافت میتیدی فرا رسیده است دریافت کنید. وقتی نوبت شما برای دریافت میتیدی فرا برسد برای راه آن باید مراحلی را انجام دهید که این راهنما شما را در انجام این کار کمک خواهد کرد. سرویس بانکداری آنلاین نیز شما را در انجام این مراحل کمک خواهد کرد. این راهنما مخصوص کسانی است که میخواهند از میتیدی به عنوان یک اپلیکیشن استفاده کنند قبل از شروع ابتدا یک سری کارها را باید انجام دهید مطمئن شوید که نمیدی شما آماده است و شناسه کاربری خود را انتخاب کنید به یاد داشته باشید که نمی توانید از شماره ثبت احوال خود به عنوان شناسه کاربری استفاده کنید. از ترکیب اعداد، حروف و کارکترهای خاص استفاده کنید و مطمئن شوید که حدس آن برای دیگران دشوار است، اما خودتان به راحتی می توانید آن را به خاطر بسپارید. وقتی این کار را انجام دادید، شما آماده دریافت میتیدی خود هستید. کار را با دسترسی به سرویس بانکداری آنلاین آغاز کنید. در این مثال، ما وارد سرویس ساختگی بانکداری آنلاین بانک من می شویم. با استفاده از نمیدی خود وارد شوید. اولین قدم خواندن شرایط و قوانین میتیدی و موافقت با آنها است. پس از آن، از شما سوال می شود که چطور می خواهید از میتیدی استفاده کنید گزینه ی اپلیکیشن میتیدی را انتخاب کنید سپس از شما خواسته می شود شماره تلفن همراه خود را وارد کنید که میتیدی شما را به تلفنتان مرتبط می کند پس از آن پیامکی حاوی یک کد دریافت خواهید کرد که برای رفتن به مرحله بعد در سرویس بانکداری آنلاین به آن نیاز دارید. بعد از این مرحله دیگر به این کد نیاز ندارید چون این کد تنها برای تایید شماره تلفن همراه شما استفاده می شود. سپس شناسه کاربری را که انتخاب کردید وارد کنید. هر وقت بخواهید از میتیدی استفاده کنید باید این شناسه کاربری را وارد کنید. به محض اینکه شناسه کاربری انتخابی خود را وارد کردید، یک کد فعالسازی در سرویس بانکداری آنلاین شما به نمایش در خواهد آمد. شما باید در همان لحظه آن کد را در اپلیکیشن میتیدی وارد کنید. در صورت تمایل، می توانید آن را روی کاغذ یادداشت کنید. اکنون باید اپلیکیشن میتیدی را در گوشی هوشمند یا تبلتتان دانلود کنید. اپلیکیشن میتیدی را می توانید از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید. قبل از شروع استفاده از میتیدی باید آن را فعال کنید. کار را با اجرای اپلیکیشن آغاز کنید. اکنون از شما خواسته می شود شناسه کاربری خود را وارد کنید. همچنین باید کد فعال سازی را که در سرویس بانکداری آنلاین دریافت کردید وارد کنید. این کد فعال سازی تنها همین یک بار کاربرد دارد. به محض اینکه شناسی کاربری و کد فعالسازی خود را وارد کردید یک کد پین موقت برای اپلیکیشن میتیدی دریافت خواهید کرد این کد از طریق پیامک ارسال می شود یا مستقیما در اپلیکیشن به نمایش در خواهد آمد کد پین موقت را در اپلیکیشن میتیدی وارد کنید سپس باید فوراً کد پین خودتان را تنظیم کنید که از این به بعد از آن برای ورود به اپلیکیشن میتیدی استفاده خواهید کرد. اگر می خواهید از حسگر اثر انگشت یا تشخیص چهره برای باز کردن قفل اپلیکیشن میتیدی در آینده استفاده کنید، می توانید آن را همکنون راه اندازی کنید، اما بعد هم می توانید این کار را انجام دهید. در آخر، باید اعلان ها را قبول کنید. میتیدی همیشه از طریق اپلیکیشن میتیدی پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی می کند. مثلا وقتی اپلیکیشن در دستگاهی جدید فعال می شود. اکنون می توانید انتخاب کنید که هر زمان از شناسه و رمز عبور میتیدی شخصی شما استفاده شد به شما اطلاع رسانی شود. اکنون اپلیکیشن میتیدی خود را فعال کرده اید و آماده استفاده از میتیدی هستید. اگر در حال حاضر نیازی به استفاده از میتیدی ندارید، فقط کافیست اپلیکیشن را ببندید. محل مناسبی را برای اپلیکیشن میتیدی انتخاب کنید تا بتوانید به سادگی در گوشی یا تبلت خود به آن دسترسی داشته باشید. چون برخلاف اپلیکیشن نمیدی، برای تایید اقدامات به صورت دستی باید میتیدی را باز کنید. هنگام ورود به پلتفرم های امنی مثل برجر .dk در سرویس بانکداری آنلاین اپلیکیشن را باز کنید و مطمئن شوید اقدامی که در میتیدی نشان داده می شود است که می خواهید آن را تایید کنید. سپس می توانید با توند کشیدن صفحه آن اقدام را تایید کنید. امیدواریم از استفاده از میتیدی لذت ببرید. اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در خصوص میتیدی کسب کنید، میتوانید از وبسایت mitidi.dk دی دی دیدن کنید. میتیدی برای امروز و آینده